در کشور ما مسکن یکی از پرهزینه ترین ضروریات زندگی شده که همیشه برای خیلی ها رویاست. خیلی ها تا آخر عمر هم صاحب خونه و مسکن نمیشن، اگر هم خونه ای داشته باشن که باید تا آخر عمر قسط اونو بدن. گزارشی داریم در این زمینه و بعد گفتگویی میکنیم با خانم مریم فرشید. من 3 سال این ساختمان رو تموم کردم ولی مشتری این چینو بخره. برای پیش فروش هم که میذاریم کسی نمیاد. همین آپارتمان الان ساختم متاسفانه مثلا فروش نمیره، خیلی کساد شده، رونق آنچنانی نداره. مسکن یکی از 3 نیاز ضروری انسان است. دستیابی به مسکن در کشور ما یک پیروزی بسیار مهم برای یک خانواده تلقی می شود. اما چند سالی است که رکود سنگین در این عرصه سایه افکنده است. ولی علارغم این رکود سنگین، قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافته است. سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک کارشناس مسکن نوشت قیمت برخی از مصالح همچون آهن حدود 50% افزایش پیدا کرده و در برخی دیگر از نهادهای ساختمانی همچون سیمان نیز شاهد افزایش قیمت ها هستیم. این در حالی است که به طور طبیعی با وجود رکود باید قیمت های نهادهای ساختمانی و قیمت مسکن پایین بیاید. مساله فروش شما شو ساختمون نگاه کن، تو همین خیابون نگاه کنید، همه تا شب میکارن. این رکود تأثیر عمیقی هم بر روی بیکاری صنوفی دارد که کارشان به ساخت و ساز مسکن ارتباط دارد. کارگر، بنا، سنگکار، کاشیکار، جوشکار، نقاش، اینا همشون اکثرا بیکارن. ما بعد 1-2 سال به زورم یه کار پیدا کردیم. با قیمتای خیلی پایین مجبور به کار میشن به خاطر اینکه کار کم شده. 5 روز کار میکنیم، 10 روز میخواد. اما با وجود این افزایش قیمت که بازار مسکن را پیچیده تر کرده است، کارگزاران رژیم طلبکار این موضوع هستند که چرا زودتر این گرانی مصالح رخ نداده است. اگرچه قیمت ها افزایش پیدا نکرده است، یک قسمش تازه ایراد هست که میبایستی افزایش پیدا میکرده. رژیم در خصوص مسکن تبلیغ میکند که با وامی که بانک ها میدهند، تسهیلات خوبی برای صاحب مسکن شدن مردم در اختیار آنان قرار میگیرد. 150 متر، 155 متر، 380 میلیون رهنشه، چطوری با 40 تومن، 70 تومن، 80 تومن وام یکی بره خرید کنی؟ 50 تومن باید بگیری اوراق، 130 تومن برگردونی. هم سودش خیلی زیاد است، همین که باز پرداختش برای ما خیلی مشکله. میزان وامی که بانک ها میدن سود خیلی زیادی به همراه داره. خب گزارش رو دیدیم، الان همراه هستیم با خانم مریم فرشید، گزارشگر اقتصادی برنامه، تا سوالاتی رو درباره وضعیت بازار مسکن بپرسیم. با سلام به شما. سلام میکنم به شما و به بینندگان عزیز برنامه سرخط. سوال اولم اینه که با وجود رکود سنگینی که به بازار مسکن تقریبا 5 ساله که حاکمه، ولی اونطوری که در این گزارش اومده بود مصالح ساختمونی گران شده، از طرف دیگه مسکن هم در حال گران شدنه، مگر اینطور نیست که وقتی تقاضا کمه، یعنی در بازار رکود وجود داره و عرضه بالا هست، قیمت افت بکنه؟ بله طبعا همین که میگین درسته، یعنی به طور معمول وقتی که عرضه زیاده و تقاضا کم، قاعدتا باید قیمت ها افت کنه که مردم بتونن در واقع خرید بکنن. بله. اما شرایط اقتصادی و وضعیتی که الان بر اقتصاد ایران حاکم هست، وضعیت رکود تورمیه. ببخشید، رکود تورمی یه مقدار پیچیده به ذهن میاد، اگه ممکنه یکم توضیح بدید. خیلی وضعیت پیچیده‌ای هم هست به دلیل وجود همین رژیم. رکود تورمی یک وضعیت متناقضیه که پیش میاد، که من بخوام الان یک تعریفی هم براتون بخونم از همین واژه‌نامه‌های اقتصادی. میگه که در رابطه با ایران، میگه با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصادی ایران، کسری بودجه‌های مداوم، شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پول از مهمترین عوامل بروز این پدیده هستند. بله. یعنی که یک وضعیت متناقضیه که حل این مشکل بسیار کار پیچیده و سختیه و به راحتی هم حل نمیشه
مثلا برای کاهش تورم بعد کاهش نقدینگی در واقع راه حل کاهش تورمه. بله. از طرف دیگه عکس این برای رکود. کاهش رکود بله. باید منابع مالی رو و در واقع افزایش نقدینگی نیازه، که این خیلی که هم که گفتم وضعیت متناقضیه که توی رژیم هست. مثلا همین فاکتی مثالی که الان خودتون گفتیم و توی تصویرم دیدیم، علارغم این که رکود در واقع مسکن هست، رکود شدید مسکن که چندین سال الان بر ایران حاکمه، ولی از اون طرف شاهد افزایش مساله ساختمانی و افزایش قیمت مسکن هستیم. یکی از استدلال هایی که گفته میشه که چرا قیمت مساله افزایش پیدا کرده اینه که خب بازار آهن بالا رفته و قیمتش افزایش پیدا کرده. آیا از نظر اقتصادی یک چنین استدلالی درسته؟ اتفاقا خود کارشناسای رژیم هم عکس این رو میگن، یعنی خودشون هم همین رو قبول ندارن که اگه قیمت ها تو بازار جهانی تغییر کنه روی ایران تاثیر بذاره. یکی از علتاش اینه که خیلی از نهادهای ساختمانی از جمله یراق‌آلات در و پنجره، نمیدونم سیمان، شیشه، سرامیک، اینا همه تو خود ایران تولید میشه و بله. اتفاقا خیلی از منابع تولید سیمان از جمله گچ و اینا همه توی ایران به وفور هست. برای همین هیچ ارتباطی نمیتونه داشته باشه که مثلا توی قیمت جهانی بالا یا پایین بره و توی ایران این تغییر کنه. مثلا همین دو سال پیش قیمت آهن و فولاد 50-60% کاهش پیدا کرد، اما مثلا توی ایران این 15%. پس قاعدتا وقتی که کاهش قیمت زیاد تأثیری نداره، افزایش هم نباید زیاد تأثیری داشته باشه روی همین قیمت‌های داخلی. اینطور که برمیاد بانک‌ها دارن سعی می‌کنن با دادن وام‌های مسکن، وام‌های بیشتر، یعنی تحرکی رو در بازار مسکن ایجاد بکنن. خب از طرف دیگه اگر چنین تحرکی در بازار مسکن ایجاد بشه، روی بازار مساله و نهادهای ساختمانی هم تأثیر می‌ذاره. آیا به نظر شما این شیوه میتونه موفق باشه؟ خوبه که اینجا براتون بگم این کار که بانک‌های ایران میکنن یک کار کاملا غیر قانونیه به لحاظ مالی. مثلا فرض کنید که اینها میان، بانک‌ها میان سپرده میگیرن از مردم، بعد میرن به جایی که خدمات مالی ارائه بدن، میرن این سپرده‌ها رو با شرکت‌های واسط شروع میکنن سرمایه گذاری کردن و ساختن یا خرید خونه. بله. حالا این خونه هایی که ساختن رو میخوان بیان با قیمت بالا، یعنی وام بدن به مردم با سود بالا و همین رو به مردم بفروشن. و اتفاقا اینجا این کار نمیتونن بکنن، چون اصلا مردم استطاعت مالی ندارن که این وام با این سود بالا رو از بانک بگیرن. مثلا فرض کنید من یک آمار بخوام بهتون بدم. روز 28 مرداد وزیر راه و شهرسازی رژیم که همین عباس آخوندی هست توی مجلس گفته که آمار سال 1395 نشان می‌دهد 2,587,000 خانه خالی در کشور داریم. این تعداد در سال 1390 به میزان 630,000 دستگاه بوده، یعنی ظرف 5 سال 2,000,000 خانه خالی اضافه شده. بعد همین عباس آخوندی اضافه می‌کنه که اگر هر خانه رو 100,000 دلار در نظر بگیریم، قیمتش رو حدود 470 میلیارد دلار ثروت این مملکت بدون استفاده تو خانه‌های خالی انباشته شده. اینو خبرگزاری ایرنا 28 مرداد 96 گفته. بعد از اون طرف همین نفر باز میگه که از اون طرف 19 میلیون نفر حاشیه نشین همین الان، یعنی از طرف این همه خانه و ثروت انباشته شده، از این طرف 19 میلیون حاشیه نشین تو ایران و بد مسکن وجود داره. و باز میگه که نتیجه گیری میکنه 35% سکونتگاه‌های شهری تو کشور نامناسبن. یعنی این میشه از کار همین بانک‌ها و کاری که الان دارن بانک‌ها با مردم میکنن، بانک‌های رژیم. از یه طرف دیگه رئیس اتحادیه مشاوران املاک به اسم عقبایی میگه که کار بانک‌ها در زمینه مسکن مافیاست، یعنی خودشون میان این موضوع کار بانک‌ها رو به یک مافیا تشبیه میکنن که هیچ کس زورش به آن نمیرسن. پس بنابراین همونطور که گفتیم کار بانک ها و همین داستان وامی که میدن همینه، وام پول مردم رو بگیرن، بعد از اون طرف وام بدن با سودهای کلان که دو برابر سود کنن.
و قاعدتا نمیتونن این کار بکنن. چرا؟ چون اصلا همین که گفتم مردم اصلا در توانشون نیست که این وام ها رو بگیرن و سودشو برگردونن، که همینو توی الان فیلمی هم که پخش شد دیدیم که خودشون میگفتن مردم. با توجه به وضعیتی که توصیف کردید و شرایطی که شهر دادید، فکر میکنید چشمنداز این که بالاخره مردم صاحب مسکن و خونه بشن چیه؟ همین وزیر راه و شهرسازی که گفتم عباس آخوندی توی مجلس ارتجاع باز دوباره اعتراف میکنه، هفته گذشته اینو گفته، میگه بانک مرکزی همکنون 22 هزار میلیارد تومان یارانه در بخش مسکن پرداخت کرده و این نتیجه سوداگری و فساد در بازار مسکن و ساختمان تو ایران بوده. یعنی خودشون میان اذعان میکنن به سوداگری و فساد. ببینید ما همین الان با رژیمی مواجه هستیم که کاری در زمینه اقتصادی به جز چپاول مردم ایران نداره. همین بانک ها که الان صحبتشو کردیم، کارشون اینه که همشون اولا که وابسته به خود رژیمن، همین بانک ها و شرکت های وابسته به اونا، کارشون اینه که پول مردم رو بگیرن به جایی که خدمات مالی به مردم بدن، سرمایه گذاری کنن روی ساخت و ساز و بعد بیان همین ساختمونایی که میسازن رو با وام با سود کلان به مردم بفروشن. از اون طرفم همین مثلا مؤسسات مالی که ما الان میبینیم خیلیاشون کارشون اصلا در زمینه مسکنه، اینها کارشون چیه؟ همینا هم که باز خیلیاشون بستن به همین سپاه پاسداران، یعنی تقریبا همشون مال سپاه پاسدارانن، کار همینا هم چپاول مردمه. همینطور که روزانه میبینیم توی اخبار پول مردم رو نمیدن، الان روزانه ما شاهد تظاهرات مال باخته ها هستیم. و اتفاقا در مورد همین سوالی که کردین چشمنداز، تا زمانی که این رژیم چپاولگر بر سر کار هست، اقتصاد ایران همین خواهد بود و واقعا چشمنداز همینه که این رژیم از پایه باید سرنگون بشه تا وضعیت اقتصادی و مشکلات اقتصادی مردم هم حل بشه. ولی مجددا تشکر میکنیم از این گفتگو.